بمب افکن های استراتژیک TU-22 MSA روسیه در 4 و 5 آذر ماه حملات سنگینی را علیه تروریست های داعش در استان دیر ازور سوریه انجام دادند. بنا به گزارش وزارت دفاع روسیه، این حملات خودروها، نفرات و پست های فرماندهی داعش را در حوزه رود فرات مورد هدف قرار دادند. نیروهای ارتش سوریه و نیروهای سهیل حسن در ادامه پاکسازی حوزه غربی رود فرات از دست داعش مناطق غریبه، دبیان، وادی فلیته و تل تفران را آزاد کردند. در 5 آذر ماه خبرگزاری کردی انها ادعا کرد که مسلحین تحت حمایت ترکیه 3 هلیکوپتر روسیه را در حومه شمالی حلب سرنگون کردند. یک مقام رسمی یگانهای کرد موسوم به YPG به خبرگزاری انها اعلام کرد چندین نظامی روسی و خلبان طی حمله به هلیکوپترهای روسیه زخمی و کشته شدند. البته انها برای اثبات ادعای خود تاکنون هیچ فیلم و یا تصویری منتشر نکرده است. مسلحین گروه‌های نورالدین زنکی و تحریر الشام هیچ بیانیه‌ای و یا سخنی از سرنگون کردن هلیکوپترهای مذکور به میان نیاوردند. طبق گزارشات منابع محلی، 3 هلیکوپتر روسی از نوع میل 8 کاموف 52 در منطقه رویت شده و مسلحین با سلاح‌های سبک و نیمه سنگین به سوی آنها آتش گشودند، اما هلیکوپترها سقوط نکردند. عدم اظهار نظر رسمی از سوی وزارت دفاع روسیه بر صحت گفته منابع محلی می‌افزاید. در شمال شرق حما سلول‌های مخفی داعش مناطق معصوان، عطشانه، شیحت حمرا و ابو اجوه را از کنترل تحریر الشام خارج کردند. داعش با بهره‌گیری از فرصت پیش آمده و درگیری‌های سنگین بین ارتش سوریه و تحریر الشام در جنوب حلب و شمال شرق حما موفق به گسترش مناطق خود شدند. ارتش عراق و نیروهای 8 شعبی طی عملیات آزادسازی مناطق موسوم به جزیره موفق به آزادسازی 14100 کیلومتر مربع از منطقه شامل 175 روستا شدند. طی این پیشروی‌ها نیروهای عراقی موفق به نابودی 11 خودرو، 5 تانکر نفت، 18 خودروی انتحاری و 6 موتورسیکلت داعش شدند. همچنین 1000 بمب کنار جاده‌ای کاشته شده توسط داعش کشف و خنثا شد. ارتش عراق و 8 شعبی در حال تثبیت و افزایش امنیت مناطق تازه آزاد شده و تهیه تدارکات بیشتر برای عملیات آتی هستند. به محض محقق شدن این موارد، عملیات برای آزادسازی باقی مناطق مرزی از دست داعش پیگیری خواهد شد.